آثار توماج اگر بخوایم علاوه کیفیت و تکنیک موسیقایی در چارچوب موسیقی رپ فارسی مطالعش بکنیم کیفیت موسیقایی و حتی رپ نویسی و رپ خانی یه بالایی نداره نقدهای زیادی میشه در رابطه با کاراش کرد ولی اونچه که آثارش رو مطرح میکنه همون مزامین اعتراضی و در واقع به تنش کشیدن حاکمیت جمهوری اسلامی هست و مهمتر از همه دستگیریش که باعث شده که یک نورافکنی روی این حرکتش بیفته و به خاطر دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان بیشتر مورد توجه قرار بگیره مزامینی هم که داره در واقع آنچنان جدید نیست منتها به خاطر اینکه در رابطه با تفاوت اختلاف طبقاتی و فساد حاکمیت فساد اجتماعی و مسائلی که کم و بیش در موسیقی رپ درش بیان شده شاید یک قدم جلوتر از بقیه رپرها یعنی در واقع کاملا معترض یعنی یک معترضیه که مشخصا انگوش میگذاشته روی هسته اصلی که خود سیستم و حاکمیت و چیز غیر عادی نیست منتها یک سراحت و شجاعت خاصی در تکستش در مزامینش وجود داره که کمتر رپری در داخل ایران بیانش کرده برای همین خیلی متفاوت و دیده میشه این لح این شجاعت در واقع نه خیر هیچ حکومتی این حق نداره که جلوی آزادی بیان مردم خودش رو بگیره من هیچ احساس نمی کنم هیچ نوع خشونتی در چند آثاری که از توماش ارائه شده و اخیرا شنیده میشه وجود داره در واقع یک اعتراض بسیار تند و رادیکالی نسبت به شرایط روز و نسبت به حاکمیتی که این شرایط رو به وجود آورده اینکه میگن خشونت در کاراش است به هیچ عنوان من این رو قبول ندارم و به نظرم یک اعتراضی هست درش و که برآمده از اعتراضات اخیر مردمی داخل ایرانه اما اینکه چرا حکومت ایران از موسیقی رپ و کلا فرنگ هیپ هاپ ایران خوشش نمی خب برآمده از اون دیدگاه سنتی و ضد مدرنیستی این سیستم هستش دیگه هیپ هاپ حالا مشخصا موسیقی رپ یک سراحتی داره که هیچ موسیقی دیگه یا کمتر موسیقی دیگه درش وجود داره از درون نسل جوان میاد از درون ذهنیت یک جوان برآمده میشه بسیار ساده تولید میشه پیچیدگی زیادی نداره به جز اون رپ نویسی اون تکستی که روش کار میشه که باید با سیلابای مختلف قطع, قطع شده های مختلف آرایش بشه که بتونه روی اون زربا هنگ یا به قول خودشون بیت سوار بشه و هیپ هاپ ایران رپ فارسی در این 20 سال اخیر به طور زیادی رشد کرده و در واقع رپ تکس نویسی رپ یک نوع جریان ادبی موسیقایی شده در ایران که هم نه تنها رو ترانه نویسی مدرن ایران تاثیر گذاشته بلکه در بخشی از ادبیات هم به خاطر اینکه هنرمندای رپ هستند که نظرات و گرایشات ادبی رو هم وارد رپ کردن و یک جریان جدید ادبی درست کردن مثل کارهای علی سورنا و خب این سراحت و شفافیتی که در موسیقی رپ هست مسلما باب تبع و باب سلیقه حاکمیت نیستش نه اصلا اینطور نیست که گفته میشه به شما اینطور نیست فقط در جوامع و حکومت هایی در برابر این نوع مزامین و این موسیقی قرار میگیرند که بسیار محافظه کار و ساختاری سنتی داشته باشن از مثل, مثل حاکمیت ایران و جامعه که بخش زیادیش سنتی هستن بخش بزرگیش سنتی هستن ولی در جوامع سکولار و دموکراتیک به هیچ عنوان حاکمیت ها در برابر اینو موسیقی جوان و با مزامین حتی اعتراضی قرار نمیگیرن به هیچ عنوان و ما کاملا شاهدش هستیم حالا اسم نبریم در کشورهای اروپایی در صورت که من زندگی میکنم همچین پدیده ای من ندیدم که بخوان در برابر یک موسیقی و یک جوانی که رپ میخونه که مزامین ضد سیستم داره بخوام بایستن بگیرنش دستگیرش کنن و زندانش کنن و هر بلایی هم بخوان سرش بیارن در نتیجه اصلا هم چیزی نیست که میگن در همه جای دنیا به هیچ عنوان چون و مخصوصا مزامینی که در آثار توماچ هست مثلا چیز خیلی خارق العاده ای نیست یک اعتراض اجتماعی و مشخصا ضد سیستم که در اینجا حالا جمهوری اسلامیه